تحویل سال نمیدونم فکر کنم 7 8 اینجا رو گوش کنین خیلی قشنگه. نگویم که همه سال میپرستی کن یا دو ماما یه چیزی داره تو دنیا باید میریزه. بیبا سیما مجید پاشنو بکشیم کنار کار خودش کرد این بارون. خدا اینجا داره چکه میکنه. روی باران روی سبز ای وای خونه زندگی ما ببین به چه روزی افتاد. خدایا برم اینا رو نجات بدم از درقل. بیش کن بابا بیا این بر دیگه نگاه کن چه بلایی سر خونه زندگی ما. کجا داری میری تو؟ سر خود عمل میکنه همینجوری سر خود بلا میشه میره. صد دفعه گفتم این سقف و ایزوگان کنه این همسایه ها. اگه نصف شب رو سرمون خراب میشد چی؟ اون وقت قضای دیشب شما آخره اون شد. هی میگه ایزوگان ایزوگان بابا جون کجا برم پوز از شتون پول بیارم ایزگام کنم؟ حرفایی میزنی خب از داداشت قرض بگیر از اون دکترای بیمارستان قرض بگیر. من هرگز تو زندگیم دستم پیش کسی دراز نشد. خب آدم مجبور بشه دستش رو به خلق خدا دراز میکنه. مجبور خدا بزرگه. سلام. بیشتر شده خونه شما بود؟ آب میگیره سقف طاقت نداشته و هوار شده پایین. سلام آقا رزی چی شده این سره چی بود؟ سقف من همه ریخته یا حضرت شما خود تو سالم این بچه هست خانم شما سالم سیمی خانم آقا یکی زنی بدون آتیش نشانی شماره آتیش نشانی من میرم آتیش نشانی نمیخواد برادر من اونا که برای ناودون که نمیاد. آقا بذار بیا نگاه بکنه یه وقت خدا نکره خطر نداشته باشه کل ساختمون بیاد پایین. زنگ بزن بابا. بچه‌ میگه کل ساختمون رو میخواد بیاد. آقا جون نه تا
ترس، بیشتر از این نمیاد پایین، خیالت راحت باشه. گرفت گرفت گرفت. سلام علیکم قربان، حالتون خوبه؟ خسته نباشه. ببخشید این همسایه ما سقف منزلشون اومده پایین. بله قدیمیه. بله بله، نه خدا رو شکر کسی توریش نشده، قسمت عمده سقف. بله بله، ناودون جلوش گرفته بود. نه گرفته نه آشخو. نه به ناودون ربطی نداره. ای بابا به ناودون ربطی نداره. بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. چی شد؟ چی شد؟ والا میگه که موردی نداره آقا نجیب، فقط تو ساختمون نباید برین، خطرناکه. نه نبیری بچه آره. بعدش هم میگه چون آوار نریخته پایین به ما ربطی نداره، بعد عمل بنا بیارین درستش کنیم. ای بابا عمل بنا کجا بیارین؟ عمل بنا کجا بود؟ عمل بنا من فکر نمی کنم بتونن اول عید بیان. نه قطعا نمیتونن بیان اول عید. عمل بنا چند روزی باید صبر کنن؟ چطوری صبر کنن بابا؟ سیلون و بیلون آواره میشن. راست میگه مردیم. خدا نکنه. ببین یه چند تایی مهمون تو خونه داریم، شما هم روش بشین. ما عزیز ما نداریم. آقا نجیب چرا خدا؟ به جون خدا، به جون بابا، ببریم خونه ما. آقا نجیب خونه ما هم هستا. راست میگه. خونه همین نزدیکی هست، چرا باید بریم اینجا؟ خیلی خداحافظ. ماما جونم، اما اینام که رفتم با بلسر، پس شما چرا به همسایه دروغ گفت؟ دروغ نگفتم عزیزه دلم. نه خیر، اینجوری گفتم پیش همسایه کم نیارم، شب عیدی که میشه مزاحم مردم شد. برو تو. نه 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 یادم رفته بود. یه برو پایین. خب پس شکار کنیم، بریم شمال. بریم شمال. شمال جا نداریم که مامان جان، کجا بریم؟ یه اتاق الان شما نمیشه گیر آورد. درسانی نمیشه این خونه رو اینجوری ولش کرد که. بابا تو رادیو میگفتی روزای شب عیدی شهرداری تور تهران گردی گذاشته. خیلی هم ارزونه. با مینی بوس میریم از صبح تا غروب همه جای تهران هم میگردیم. راست میگه. من برج میلاد هم میریم. آره همه جا از صبح تا شب خوش گذرونیه. تا شب خوش گذرونی میکنیم، بعد شب کجا میریم تو این سرما؟ مسافرخونه هم همه پره الان گفته باشم. با چادر میزنیم. فکر بدی هم نیست. از صبح تو شب میریم میچرخیم، شب هم میام تو چادر میخوابیم. چادر داریم اگه؟ آره چادر کوهنوردی من هنوز پایینه. باورتون نمیشه که پدرتون یک کوهنورد واقعیه. بیا پسرم بیا. ای ای چه سر من، حالا همه بلاها امروز بعد سر را بکنم ببینم. هیچی نشد، هیچی نشد. اینا الان می‌بندم. الان روشن نمیشه. روشن هم میشه، خوبم میشه. دو شاخه رو بزن تو پریز طاهر. چش. دی 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 دی. بله. تازه گوشش دیدی؟ ضد آبم هست. آب توش نفوذ نمی‌کنه به هیچ وجه. دلت خوشه یخ می‌زنیم این تو تا صبح. اختیار داری خانم، دارم میرم بخاری برقی بیارم. آخ جون عزیزم، اسمون که کرسی می‌ذاشتی. کی بود؟ شمایی؟ آره عزیزم. میسه واسه چتونه؟ میسه شو اینم کرسیتون، دیگه چی میخوای؟ بزنش به برق، پسرم. عالی شد. خوشگل شد. مرسی دستتون درد نکنه. پاشو دوست دارم. سلام علیکم. فکر نکنم اینا فهمیدین خونه داشت نرفتی. بری دونه تو خونه نرفتی. همینجا بمونه تو چادر بخواهی. بله نگه تو زحمت کشید. بسازم که برقراره. بابا میگه میخوام بمونیم اینجا بچه ها سرما. مگه ما مردیم؟ مگه بریم خونه ما؟ کم ما کرم شما. دستتون درد نکنه. بلنشید بریم اونجا. نه به خدا. همینجا راحتیم دیگه. خونه رو گفتیم ول نکنیم. بعدم که کرسی گذاشتین دیگه. بله کرسی. ببینم کرسی رو زحمت کشیدی زهره جان. پس واجب شد ما میهمان شما. بله بفرمایید. دور کرسی بفرمایید. گرمای اینجا رو اینجوری من سر نیست خالی بزغاله. بیا باشه. سلام سلام خاله بزغاله. علیکم سلام.
لباس خاله اینو به طاهرم یاد دادم، طاهرم بلده. غذا بخور خاله بزغاله. آقا ببخشید، این اتوبوس های شهرداری که برن تهران گردی کجا؟ دیر اومدی آقا، دو تا اتوبوس اونجا بودن، 8 صبح رفتن. 8 صبح؟ بله آقا. و چی شد تو که گفتی 9:30 که؟ فقط حد زدم. حد زدی؟ این نیست. نه با نشدی گفت رفته. خب زدن خب زدن بودم. من نرمان خب زدن. برو بالا، خدا که رسیدی بپر. سلام. کجا عزیزم این کار اشتباهی شده؟ ببخشید. مگه ماشین مال شهرداری نیست؟ چرا؟ ولی در بست شخصیه. آخ ببخشید. حالا کجا میخوام بریم شما؟ کجا؟ حالا ما میخواستیم امروز تهران رو بگردیم. خب ما هم همین. چه جالب ما هم همین. میخوام تهران رو هست من کافی بفرمایید. بله با ما هستم. خب از این به بعد دیگه با ما هستم بفرمایید. مزاحم نیستی. همه راضی باشن فقط خودت. خیلی خوب همه هستن. اینا کیه؟ سفر جدیده؟ بگو اینا رو دایی بابا دعوت کردن، مهموناش اینا حالا مهمونای جدید ما هستن. بشین بابا دیگه بریم دیگه. باشه عزیزم هرچی شما رو فرمان. اینجا پیشه داداش بشین اونجا بشین. شاید جان کسی باشه. میوفتی جانم چه سیدی خوشکلی بریم که تلویزیون رو آقا ایرانم بیر بزن توی دنده بریم طرف هفته تیه تا برسیم هم از این عزیزان یه پذیرای مختصری میکنیم. این تفلکی هم دهنشون خوش شده. بابا ما که الان صبحونه خوردیم دیگه. من یه قهوه اسپرسو میخواستم، اونم حتما نداریم. اتفاقا داریم، به هر حال شما مهمون ما هستین دیگه. عذر میخوام، با شیر میخوان یا بدون شیر؟ بدون شیر. بسیار. ولی من با شیر معدم اذیت میشه. بس کافه ولی میخوام. بله مرسی. چای دارچی برام. چای دارچی برام. آیا پرتقال میخوام؟ چطور چه غم پلو آبی جو یه آماناناس هم به من بدین. چای دارچی؟ دارچی زیاد بودی؟ بله. کافه قوله؟ قهوه ساده دستشو. البته به پای قهوه‌ای که شما خوردین نمی‌دونم ولی بد نیست. چای ترش بند پهلو در قندش هم بزن پهلو دوستان به سمت چپتون نگاه کنید، اینجا مسجد الجواده. در سال 1366 اولین موشک عراق به تهران بغل مسجد اصابت کرد. بالای مسجد. بالای مسجد. مسجدم آسیب دید ولی بعد بازسازیش کردن. پس بی خود نمیگفت از صدام یزیدی کافر. این اول بخواست مسجد رو بزنه. آره خاک تو سر. آره. حالا به سمت راستتون نگاه کنید. این سینما دیاموند بود. این سینما در سال 1346 با فیلم اشک و لبخندا افتتاح شد. موزیکش رو که یادتونه. آقا رحمان یکمی آروم‌تر. اینجا امجدی است، شهید شیرودی فعلی. مهمترین رویداد اینجا در سال 1347 بود که بازی جام ملت‌های آسیا اینجا برگزار شد که ایران اسرائیل رو 2-1 برد. گلاشم کمانین بهدادی و قلیشکانی زدن. آقای شکیبا میدن که گلاشم قلیشکانی و آقای شکیبا کمانین بهدادی زدن. بعدش هم مردم قهرمان ها رو رودست از امجدیه بردن تا میدون پوشیه. We'll be right back.
اینجا کاخ گلستانه. دوستان بفرمایید. این محوطه در زمان صفوی معروف به چهار باغ بود و برای استراحت پادشاهان بود و تفریحگاهشون که از اینجا برای جای دیگه حرکت می‌کردند. و اینجا پر بود از درخت‌های چنار. این کاخ کی ساخته شد؟ کاخ اینجا ساخته نشد. اینجا به دستور کریم خان یک عمارت ساخته شد. و این قسمت که می‌بینین دو بخشه که یه بخشش در اون دوره ساخته شد، یه بخشش در دوره آقا محمد خان ساخته شد. معمارش کی بوده اینجا؟ معماراش اجازه بدین، معمارای مختلفی داشتن. معیر الممالک نبوده امیر؟ نه عزیزم، معیر الممالک شمس العماره رو ساخت که اون قسمته. این قسمت هم تخت مرمره. این کاشیه که میدین کاشیه های هفت رنگه و کار اصفهان، کار دستم هست. به خاطر همین رنگ زردش هم بهش میگن هفت رنگ، چون قبل از دوره قاجار اصلا رنگ زرد نمیبینین توی کاشیکاری. واقعا هر کدوم از این دیوارهای کاشیکاری یه نقشی داره، میبینی؟ این فرش ایرونیه. واقعا هنری که اینجا هست کمتر جای دنیا پیدا میشه. شما جای دیگه غیر از ایران هم تشریف داشتین؟ بله، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، جنوبی، خاوردور، خیلی جا رو گشتم. این تخت مرمر توسط آقا محمد خان و فتحعلی شاه ساخته شد. آقا محمد خان قاجار اینجا تاجگذاری کرد و تهران رو پایتخت نامید. این دوتا ستون رو از ارگ کریم خانی آورد و اون دوتا دری که اون پشت میبینی پشتش دست از شیراز که درهای خاتمه. جای این دوتا ستون تو شیراز دوتا چوب گذاشت. شما سالن آینه انتظار کاخ ورسای دیدی؟ اتفاقا دیدم، باور کنی. میدونی اون فقط یک سالن عزیزم، ولی این ببینیم چقدر مفصله. آدم اونجا تالار آینه دارن، قشنگش هم دارن، ولی هنر آینه کاری رو فقط ایرانی دارن. نجیب تو هم یه چیزی بگو، فکر نکنم مقاومتی هستیم چی بلد نیستی. چی بگم؟ بابا میگه همیشه نمیگه از این ستون بمون ستون فرجه. خب الان بگو دیگه. تهرانی من استخونه زند رو اوور زیر این راپلا دفت کرد. هر بارم که از روش رد شد کلی پوش و بد و بیران سرش میکرد. ببخشیده امیر خان، این آقا محمد خان همونیه که تو کرمان چشم زیاد در اومد؟ بله، متخصص چشم بودن ایشون. بیشتر شاهای ایران بابا چش در اومد. ای حسن چیه بابا؟ در راست میگه نادر شاه هم جز پسر شد در اومد خانم. بفرمایید. گوش بدید. این ساختمون در سال 1291 هجری قمری در دوره ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده. دقت کنیم به این آینه کاری ها، چقدر ظرافت، چقدر زیبایی. و میرسیم به اینجا، سقف رو نگاه کنین. این بخش در دوره پهلوی بازسازی شده که گچبریش با پایین فرق میکنه، آینه کاریش فرق میکنه. این کاشی ها خانم نوری توجه کنین، شما به سقف نگاه کنین چقدر زیباست. این گردنبند الماس میمونه. بله، بیاین بالا، بیاین زودتر، زودتر بیاین بالا. بیاین نگاه کنین به این همه زیبایی، به این همه قشنگی نگاه کنین. بیاین خانم نوری، بیاین بالا. فقط خانم آقایون خواهش میکنم عکس نگیرید، چون اینجا ممنوعه. اینجا معروف به تالار سلام یا تاجگذاریه. در سال 1291 شروع به ساخت و 1294 تموم شد. اصلا اینجا برای چی ساختن؟ اینجا اولین موزهیه که به دستور ناصرالدین شاه بعد از مسافرت به فرنگ در ایران ساخته شده و هدایایی که به ایشون میدادن همه رو اینجا نگهداری میکردن. درسته دیگه؟ بله. برزم روی این کاشی ها را نریم، چون خیلی نمیشه و با ارزشه. اینا کار دست اصفهانه که معروفه به کاشی هفت رنگ و توسط ناصرالدین شاه به اینجا اومد. درزم این کریستال های چکه، خوب دقت کنید به زیباییش، تمام روکش طلا داره و این ساعت ها جزو ساعت های نفیس و زیباییه. میخوام ببینم این ساعت ها به چی دردشون میخور؟ اینا که از صبح تا شب همش به فکر خوردن و خوابیدن بودن که چاق بشن، ساعت میخواستن چیکار؟ خواهر جون من حوصله‌ام سر اینجا که همش همینه. من رفتم یه هوایی بخوام. قربونه. خیلی خوب، هر جا دلت میخواد بری برو، فقط تو رو خدا قربون نذار. خان قربونت برم، این خواهر بد اخلاق و قرقرو تو چطور امروز دنبال خودت راه انداختی آوردی اینجا؟ نداره عزیزم، همین یه هفته تعطیلات پلمنه دیگه، دوباره باید برگرده بره خدا. صبرت بده.
این ساعت بهدایی ملک ویکتوریا به ناصر دیشه دارین چه کار میکنین خانم تابان؟ لطفا دست نزن. آخه خوابیده میخوام کوکش کنم، حیفه. خانم تابان اینا کلیدیه. کلیدیه؟ کلیدی بابا بیلیت نه کلیدی، یعنی باید کوکش کنی. در ضمن نکته بسیار مهمی که من باید خدمت خانم ها و آقایون عرض کنم اینه که در زمان جنگ جهانی دوم محل کنفرانس کشورهای سگانه هم اینجا بوده، درست همین خانم؟ نه اون تالار بوده. بله اونجا بوده. ببخش اونجا یعنی کجا؟ تالار آینه. تالار آینه بوده. بله آن تالار آینه همینی که الان اومدی از پله ها بالا. بله بله بله. این شاههای قاجار هم چه از خود راضی بودن ها، هی میخواستن از تو پوشه قیافه مبارک رو تو آینه نگاه بدن. نیست خیلی خوشگل رو تو گل برو بودن. چیا مشکل رو تو گل برو بودن؟ اینجا که خیلی تمیز و قشنگه. خوشگل رو ولش کنید، معماریشو ببینید، قوساشو ببینید، گچبری ها رو ببینید. من میدونم چه زحمتی کشیدن. امیر خان میدونی معمارش کی بوده؟ معمارش میرزا یحیی خان ملقب به ثانی الملوک. فکرش بکنید وسط خونه ما بود. خیلی هم گرونه. چی کار؟ بیا اینجا بفرماییم داخل. باشون بلنده ها. به این پیانو دو طرف خوب توجه کنید، خیلی بامزه است. این پیانو رو ناصرالدین شاه برای همسرش انیس‌الدوله از فرنگ آورد. از این بالا یه پرده مینداختن و معلم مرد این طرف و انیس‌الدوله این طرف شروع به تمرین و نواختن میکردن. البته خانم آقایون توجه داشته باشن، سوگلیشون فقط انیس‌الدوله نبوده ها، ایشون تا دلتون بخواد سوگلی داشتن. تا اونجایی هم که من میدونم زنای قاجار همه سیبیل داشتن و چاق بودن. حالا چه سوگلی؟ اگر عکسشو میدید چنده داد کنید. یه قسمتش برای معلم من، اون یکی قسمت برای زن شاه. فهمیدی؟ آره. بیا بریم. سیبیل خانم ببخشید، اون آقا رو میبینم به دیوار وایساده، شال گردن سفیدم انداخته. این آقا که با ما هستن؟ بله بله بله. این شوهر منه. بله متو چند روز با من قهره. داستانش اینه که چند وقت پیش اومد من گفت برام یه شال گردن سفید بباف. منم گفتم خیلی خوب. بعد فکر کردم تو دلم، گفتم که آخه شال گردن سفید اونا با موی سفید چیزه. گفتم بهتر که شال گردن خاکستری براش بافتم. چقدرم زحمت کشیدم این شال گردن رو بافتم، پدرم هم درآورد. وقتی که بهش دادم گفت ایوا، من گفتم شال گردن سفید تو اصلا به سلیقه من اهمیت نمیدی. با یک هرس خانم اینو پرت کرد و رفت بازار، برای خودش همین شال گردن سفید رو خریده انداخته. حالا چی هر روز با من قهری. حالا برو بهش بگو با ما به هزین باش که با خلق جهانی. ببخشید خجالت میگشم. چرا؟ ما همیشه با شعر با هم حرف میزنی. خب همینه که میگی اینو بنویسیم، نامه بنویسیم، یادداشت بدم بهش. راست میگی، بد فکری هم نیست. امیر خان جانم یه دقیقه تشریف بیاری لطفا. عزیزم خودکارتو بده. مرسی. دفترت هم بده. خیلی ممنون. چی کار میکنی خانم جان؟ ببخشید من خواهم بیرد یک خواهد داشت دفتر منو چرا ناقص؟ ملک ویکتوریا این عکسشو هدیه داده به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه هم برداشته رو میدان این خانم عکس خودشو نقاشی کرده که بگه چی؟ که بگه چقدر برای ملکه عزیز و گرامیه. نگاه کن عکسو. عجب آدم های خودخواهی بودن. ببین کیا مملکت رو اداره میکردن. معمارایی که این ساختمون رو به این هنرمندانگی ساختن براتون حرف نداشت. خانم تو چی کار میکنی؟ چی شده مگه آقا؟ دست به هشه موزه زن ممنوعه. من نشستم خانم این خندره نشستم ممنوعه. این مال نایب و سلطنه بوده. ای بابا سلطنه و سلطنه ها تموم شد آقا، من الان میریم سمپا میشم. نمیدونستم الان بلند میشم. یه
کار اگه این بشکنه شب ما رو اخراج میکنم. بفهمید. نه ترس آقا جان. الان من پا میشم یه دقیقه. خانم نو قربونه برم در بخوزم اون صندلی لقه اگر بیفته یه چیزی بشه پاشو بریم اونجا پاشو بریم اون صندلی نگرد پاشو قربونت برم من این صندلی لقه خانم نو کجا مرکم پاشو قربونت بیا سیمی خانم چون قربونت برم اینو بده با آقای نوری بهش بگو با ما به هزین باش که با خلقه اینو اون خانم نداشته اون آقام شوهرشه خب اینو برمت بهش یکو که خانمتون گفت با ما به هزین باش که با خلق زمان خلق زمان آره جهانی حالا دیگه آقا ببخشید آقای نوری بله مثل این گفتن که با ما به هزین باش که با خلق جهانی کی گفته؟ اینو خانومتون دادن به خانمم که به شما بده خانومم؟ بله شما برو بهش بگو زمن بریدی اگر بی سبب زمن بریدی اگر بی سبب بله دانم که این نکار تو کار کار گردون است دانم که این نه کار تو کار کار گردان است نه کار گردان گردون کار گردون چشم رومانتیک بره چشم میگه که بگو که زمن بریدی اگر بی سبب دانم که این کار گردون گفتن که زمن بریدی اگر بی سبب دانم که کار گردون است ای بابا این جوزفه مدال گردنشو نگاه کنین عکس ناصرالدین شاه و این آخرین امپراتور اتریش بوده برو بهش بگو شمع هر بزم مشو تا ننهم سر در کو تو برو بگو شال بر باد مده تا ندهی بر باد برو نه خب مثل اینکه فهمیدن که شال بر باد مده تا ندهی بر بادم یاد اغیار مکنتم نرفم از یادت خیلی ممنونه آقای نیکا قلم و کاغذ بخواستم امیر خان یه لحظه اون قلم و دفترچه تو بده به من ای باباش چیه شما همه تون از صبح افتادیم به جون این دفترچه من زرد و زرد و زرد کار میکنیم تو شب هم که تو همه شده اجازه میفرمایی خواهش میکنم حالا بیاین این طرف بیاین این طرف ببخشید اینو میدونه خانم من بگی توانا بود هر که دانا بود کمی بیان جلو کرد بیان انشالله که این دفعه دیگه آشتیه این عمارت معروف به شمس العماره معمار اون معین الممالک بود چه ساخت اینو؟ 1240 شمسی این ساختمون ارتفاع 35 متر در 5 طبقه است به اون ساعت نگاه کنید هدیه ملکه ویکتوریا است اینا کی هم اینجا بایستادن میزن؟ اینا نوازنده های دربار هم این کاشی ها جدیدتره و اون کاشی های حرفاً قدیمیتره این ساختمون اولین ساختمونی که اسکلت فلزی داره در ایران بچه ها کجا نجی؟ بچه ها کجا؟ 40,000 تومن من 2 دقیقه اینا رو سپردم دست تو طاهر تو را دیگه تو دستشو میگرفته بودی دیگه چی شده؟ اینجا بود نیستم برو از اون باز منم کجا؟ کجا؟ شما ها کجا؟ من تو کن شما دیگه نرا تو رو خدا چی شد؟ چشم سیاهی رفت بار آخه یه بچه دیگه تو را داری؟ نه من کم خونی دارم نه بازی ها سر پا بایستم آخه قرص میخوری؟ از این کپسول های آهن میخورم آهه پری بیا دیگه سلام نام دیگه بهتر این درار بستم مجرس همین درار اومدی بیا بذار منم بیام دیگه بیا توجه پسر 10 ساله ای همراه خواهر 5-6 سالش که لباس صورتی پوشیده گم شده توی باغ از باغبونای عزیز و مهمونای گرامی که اینجا هستن خواهش میکنیم اگر اونا رو دیدی
به دروازه دم در راه نماییشون بکنیم. متشکرم از این علی جان، داهر، کجاییم؟ بیاییم، مامان بابا نگرانن آخه. هر جا از این خودتون نشون بدیم، مینیبوس داره راه میفته، بدون شما که نمیتونیم بریم. ماهر، پری، کجایین؟ مینیبوس داره راه میفته، همه نگرانتون هستن. خواهش میکنم ازتون. غذاش مطمئنه دایی بابا، اینجا تازه باز شده. عجب رستوران شیکیه، فوق‌العاده است. نکنه آقای نیکول رستوران شیکه ولی غذاش مونده باشه؟ من معدم حساس ها خانم کتایی، من میرم آشپزخونه دونه دونه غذا رو کنترل میکنم، شما خیالتون راحت راحت باشه. فقط امیدوارم توالتاش ترتمیز باشه، خوشبو کننده هم زده باشن، وگرنه جیغ خواهر من در میاره. گفته باشم نه ترسی، همه توالتای اون خوشبو و معطر و باب طبعه. لازم سیفوناش کار میکنه، دستمال توالت داره، نمیدونی چند خود چه صحبت های اشتها برگی در غذا. بفرمایید. با اجازتون دیگه ما رفع زحمت میکنیم، خیلی ممنون. میریم با بچه‌ها این بالامال های چیزایی آوردم با خودم. شما که متوجه نیست، شما مهمان ما هستین امروز. این رستوران خیلی کلاس داره. شما هم کلاس دارید بفرمایید. آخه خیلی مزاحمت این چیزا. ما مزاحم نشیم. اولش یه صدایی اومد که من فکر کردم که کلاغا حمله کرده به صف، دارن نوک میزنن. تق 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 تق. چه صدای خیلی وحشتناک. آره. اصلا یه جوری خونه میلرزید، بچه ها دازدن با ما زلزله. یه کشیدن. یه دویدیم بیرون، همون گل و گچ و اینا همینجوری میریختون. وای وای، خدا رحم کنه. 10 سال باید کسی این خونه رو بفرمایه، هر روز یه جاش خرابه. حالا قصه‌اش نخور، از این بلاها سر همه آدما میاد. ببین موقعی که رستوران میزی باید این دستمال بندازی رو پاش قشنگ، بعدشم نه قاشقو بذار کنار، آفرین، با کارد و چنگال باید غذا تو بخوری. پس سوپچی سوپ که دیگه با چنگال نیزه، با چنگال باشه میریزه. یه خانم خوب اصلا سوپ نمیخوره، مگه نمیدونستی؟ ببین با این قاشق کوچولو باید سوپتو بخوری. خب عزیزم، آفرین. اگه خواستی بخوری با این قاشق می‌خوری. خب گفتین در بیمارستان مشغول به کارتون ها؟ بله، من تو خدمات اتاق عمل کار میکنم، مریضایی که قرار عمل بشن آماده میکنم میبرم تو، بعد از عملم برشون میگردونم بیرون. زه دوفونی و این چیزام هستی، خدا رو شکر بد نیست. خوبه که با اموات سر کار نداری، مثل ما شبا کابوس نمیریم. خب خانم آقایون، عذر میخوام منتظرتون گذاشتم، کاش آشپزخونه نظارت میکردم. غذای این رستوران از لحاظ کیفیت فوق العاده است. میتونید پاستا با سس آفرید خیلی خوبی داره. چیز دیگه هم خواستی؟ تازه از خاطر جهر بفرمایید. پاستا با سس آفرید بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. این چیه؟ لبسته یه غذای دریایی. چقدر کوچیکه. اینو توش هم میشه خورد؟ نه خیر، فقط دومش جای خورد. آه اگه توش میشه خورد خوب بود. غذای شما بفرمایید، خواهش می‌کنم. این چی هست؟ این شام میگویه که با سس اسکمپی سر میشه. زیاد خوش قیافه نیست ولی مطمئنا خوشمزه است. بله. پاستای چیکن آلفردو. ندارم. کنه از با سس چیه؟ من با سلام ببرم. خوشمزه. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. اسمش چی بود؟ ندارم. موضوع مال شما همینه. بیا عزیز. دوست نداری بده من. بده من. بده من.
نسوزی فقط. بله، ما چه گرم. غذای تو چیه خواهر جون؟ شامه گون. سوشده میخوای؟ نه نه. یه روز هم برسان. بدم خواهش میکنم. از یاد ها. من خواهش نمیتونم. معلوم شما میگو رو دوست دارید. متشکرم. شکرم. جوجه مرکبات با سس پرتقال. ترشه؟ خیلی شیرین بود. اه؟ اینم چیه؟ لابد شما قاعدتا رستوران هم زیاد نمیرید. اینه بدیم به خانم خوشمزه است. شاید یاد بگیره چه چیز درست کنه. دستتون درده که آشتی کانونه. خانم نوری. جانم. اینو رد میکنی خانم. خانم. از کجا رسیده این؟ لغمه محبت خانم. خیلی لذت کش. حالا باید جوابشو بدم. بابا جون غذا تو دوست داری؟ بفهمیدم بدیم بگی. مرسی. تو یه باره آشتی کنیم میشه خان جون بده بده با آقا دستتون درد نکنه چیه؟ از خانوم رسیده چیه؟ چون میدونستم دوست نداری مخصوصا برات بدم بینی من مرسی احوال اقتصادی فروش یا آپارتمان به دلیل مسئله هیچ کدوممون نیست. ببین پسرم، سعدی یکی از بزرگترین شعرهای ما میگه وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. ببخش این بیخیشتنم کردی یعنی چی؟ یعنی بیچارم کردی رو به کارش دیگه. چیزی میگه ایمان نگاه کن برج میلان میبینی تا هر سر شخص تو آسمونا ما جز اولین نفرهایی هستیم که میریم اون بالا راست میگی بعد پله برقی آسانسوره که باهاش میریم بالای برج بفرمایید بعد از این پله‌ها تازه یه آسانسور بزرگ هست. من نمی‌دونم. من از بلندی می‌ترسم. من همونجا سکته می‌کنم. می‌خوام یه جنازه بمونه رو دستتو. چشمم بزنیم رسیدیم. خانم تابان، برای چی می‌ترسی؟ آقای شکیبا دو برابر سنت رو داره نمی‌ترسه. بعدم به یاد گذشته‌ها برج ایفل بریم بالا بابا بریم. من چه گذشته‌ای با شما داشتم؟ نه من نفهمیدی منظور من چیز دیگه است. خانم تابان ناراحت نشو قربونت برم منم نمیرم برای اینکه منم از آسانسور میترسم خواهر جون راستیاتش من برج ایفل نرفتم چون آسانسور داشته ما میریم پانسیون دیگه همه شدی رفیق نیمه را خواهر جون عیب نداره آقای نیکا جانم برای ما یه آژانس بگیریم من و خانم تابان میریم پانسیون اشکال نداره شما تشریف ببرید پانسیون اونجا میبینم آقا رحمان آقا رحمان یه آژانس بگی برای بچه‌ها خیلی خب پس جووناش بیاد بله بفرمایید بالا دوستان تشریف بیارید اینجا این برج دارای 6 دستگاه آسانسور دوستان که 7 متر رو توی یک ثانیه میره بالای این آسانسور و جالب این که تا بالای برج ظرف 45 ثانیه است ببین چقدر سریع واو آخ وای چقدر تو میام میری سریع میره ارتفاعش میدونی که چقدر 435 متر بگم خوب شد خانم تابا نیومد ولی اینجا قش میکرد بیچاره بعد وزن تقریبی اینجا 150 هزار تن هر کی میگه نه خودش بکشه ماشینا رو نگاه کنین چقدر شده ببین کوه ها رو دستش بگیری کوه ها رو بگیری دما بند بچه ها گوشای شما هم گرفت آره ما الان بلندترین جای تهران هستیم آقای شکیبا تمام تهران زیر پای ماست شمال جنوب
شرق، غرب، دماوند هم از اینجا میشه دید. اینجا جنگل هم نخند نگفتید تر راهش مهندس حافظی با چند تا شرکت؟ با مشارکت چند شرکت؟ سخت خونه است آبیه. ۴۳۵ اینجا شهرت قدس هم اینجا چقدر کوچولوئه. بچه اونجا میلاد نور ها. اینجا هم بابا نوشته دیگه. تو چشمت چجوری میبینی؟ خلاص میگیم. میخوام ایمیل کنم برای پسرم. چشم. به همه چیزش آماده است. اینجا فشار میدی اینجا نگاه. چشم. حاضرین؟ 3-2-1 مرسی قشنگ میگیری میخوام ایمیل کنم برای پسرم این وقتی کوچیک بود انقدر از ارتفاع خوشش میآمد ماشاءالله میخواست خلبان بشه الان کجا چه میدونم رفته کانساس سیتی آف اول پلیسز اونجا رفته داگ هات داگ فروشی باز کرد هرچه بهش میگم برگرد نمیاد حالا ایشالا میبینینش بزرگی اگر گفتیم الان کجا این برج هستیم دقیقاً اینجا اینجا کنید؟ یعنی اینجا آفرین این برج جزو چهارمین برج بلند دنیاست اولیش تو کانادا دومی تو مسکو سومی تو چین چهارمی هم همینجا توی تهران همین خواهد ببخشید این اصلا برای چی ساختن این برجو؟ برج مخابراتیه کنترل ترافیک رادیو تلویزیون و و و بدم که رستوران داره که گنجایش 500 نفره یه رستوران داره که 200 نفر گنجایش داره خیلی قشنگه فقط حیف شد خواهرتون نیومدن مثل خیلی بهشون خوش نمیگذره نه بابا عزیزم اون اصلا همین جوری هست خب چرا پیش خودتون نگهش نمیدارید؟ بیقرار خواهر من اصلا سرش اجابن نیست وگرنم از خدامه خواهرم این بالاخره پاره تنم مدت زیادی هم هست دارم میسازم اینجا 1376 آقای نجی 1376 سر به سری بسیم مصرف کرد جا بینوخت و نواز و شیرینی آشتی کنون گواشکی به 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 خب با اجازهتون ما دیگه رفع زحمت بکنیم خیلی ممنون ببخشید تو بله مگه من میذارم تو همجوری بری آقا نجیب نشودا داری ماما سازی بی وفایی کوچ می‌کنی قربان نخه آخه این دم غروبی تو این سوز سرما می‌خوایم بچه‌ی طفل معصوم تو کجا ببری تو عرب امکانات هست نه بابا بیاین امشب خوش باشیم دوره هم هستیم خب بیاین رفیق نیمرو نشود از همین امشب تا وقتی وضع خونه درست بشه شما مهمون ما هستین همونطور مگه جا هم از این کار درست صدایی بود اتفاقا من به خانه ها زنگ زدم گفتم میان چقدر خوشحال شد بریم تو بچه ها آخه خانومشون بود داخلی خونه ما هستن تازه از فردا تورمون ادامه پیدا میکنه میخوام بریم شام دلسته با همی نداری بعد ساعت نو خوبه دیگه خدا حافظ جانو من کی ساخته؟ اینجا مال جد دایی بابا بوده چندین بار مرمت و بازسازی شده همه دوستاشنا هم تو هم زندگی میکنیم با هم دیگه اگه گفتیم معمارش که بوده والا چی کتاب و اسناد بود گشتم معماری پیدا نکردم شما میدونید دایی بابا معمارش کی بود؟ بله محروم نیست اسمال بابا معمارش مهم نیست معماریش مهمه نگاه کنیم ببینیم چه ظرافت و زیبایی داره محوطش بزرگه اینجا 11900 متر انقدر این ساختمون زیبا بود دور تا دورش آب درختای بلند مثل یه جزیره یعنی اینا همه آب بوده بله بعد با پل وصل میشد قنات از چهار طرف میومد داخل سلام ساخته بله بود. آ
آخه گل من چرا آخه تنها مونده؟ سلام سلام این اومدن سلام سلام خوش آمدید. آقا نجیب و خانوادهشون افتخار دادن شب عید در خدمت سلام عزیزم. سلام، خیلی خوش آمدین. شما اولین مهمونای سال نوی ما هستید. خیلی خیلی خوش آمدین. خب خسته نباشید، خوش گذشت. بله بفرمایید. البته به لطف دایی بابا. سلام دایی بابا. سعی و سالم دست شما سپرده. یه تار مو هم از سرشون کم نشده. در فقط یه کمی شیطنن تو بازیگوشی کردم. در دمون دو نفرم. بله بفرمایید. آشتی کرده از بله جاد خالی بالای برج میلاد به زنبه کومی بود. بفرمایید. خیلی خوب خالی بود. خیلی خوب خالی بود. یک نهار عالی هم خوردی. نهار عالی اینقدر افتضاح. نه بابا بردمشو بهترین رستوران و غذاش هم خیلی خوب. مگه نه همین کار؟ بله رستوران غذای دریایی بسیار هم ارگانیک. ولی شما هیچ خودتو ناراحت نکن، همهشون بعد از غذا نفر یه دونه قرص ضد چربی انداختن بالا. شاید هم دو تا یا سه تا. بفهمید. ببینم از بستگان اینا کسی برای عید دیدنی نیومده؟ هیچ کس، حتی یه نفر. عجب. یکی دو نفر هم گریه‌زاری داشتیم، هم خانمایی که اونجا نشستن. ولی بروشو نیار. خب بیچاره رو نگاه کن، از صبح نشسته رو صندلی منتظر دخترش بیاد. عجب. ولی نیومد. من نمیدونم این بچه ها چرا اینقدر نسبت به خانوادهشون بی‌تفاوت. این خانومه میگفت کشتیار پسرش شده که از شهرستان بیاد اینجا برای دیدن عید، قبول نکرد، گفته نمیام. من برم اتاقشون رو بهشون نشون بدم. بودو بارکلا. بفرمایین اینجا اتاق شماست. من خواهش میکنم. تلویزیون یه چند تا فیلم گذاشتم براتون که ببینین. اونجا یه تعداد کتاب هست اگر خواستی مطالعه کنی. پنجرم داره. بله پنجرم داره. بفرمایید که اتاق خوابتون هم بهتون نشون بدم. بازم اتاق هست؟ بله. اینجا میخوابی؟ اینجا اتاق خواب شماست. و اگه بخوایم میتونم بگم یه دونه تخت اضافه براتون بیارم تو اتاق. بله میخوام. نه خیلی ممنون. بچه ها اینجا میخوابن، من خودم میرم اون بچه. بسیار خوب. و قرار شد که شامم تو اتاقتون بخورین، چون همه خسته بودن گفتیم غذا رو تو اتاق سرو کنیم. اگر کاری داشتین حتما بهم خبر بدین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. شب بخیر. مینو هتل 5 ستاره. مگه تو هتلم رفتی؟ نه ولی تو فیلمو که دیدم. حاضری. بله خیلی. منم دیدم. مگه من ندیدم؟ ان شاء الله جبران کنیم. شب بخیر. شب بخیر. زحمت کشیدین. میگم خسته شدی برو دراز بکش. نه. اینی چه جای خوبی آوردم تو. ماما. ماما. تلویزیون روشن کنم اینم چی داره؟ روشن کن. میگم یه وقت نکنه صفحه خونه بیشتر ریخته باشه. اصلا ممکنه خونه با خاک یکسان شده باشه. طاهر زبان تو باز بگیر ببینم. طاهر بیا اینجا. خودشو زنگ بزن به یکی همسایه ها. به کی؟ چه میدونم به حاجی. یه خبری از خونه بگیر. بعد به دلت راه نده. حالا یا ریخته یا نریخته دیگه. خوشحالا تو چقدر خون سردی نجیب. الان که کاری از دستمون برنمیاد. مردم خدا بزرگی. فکرشو بکن. دیشب کجا بودی؟ امشب کجایی؟ خدا رو شکر. من همش فکر میکردم عید بچه ها خراب شد. دیدی که چقدرم خوش گذشت. مامان بابا بیا دستشون رو ببینی. اومدم آمان جان. جونم مامان آقا مرام دمپایی هم گذاشتن. چی جای تمیز با سلیقه‌ایه. نگاه کن ببینم این شامپوی بدن ماما، این شامپوی سر، با این تنشون رو میشورن، با این سرشون رو میشورن. میگم چطور من اول یه دوش بگیرم چون سرم هنوز پر گله. من چی؟ من اول باید بگیرم. بی خود نقشه نکشین خانم مقدم. نه اول بگیرم. اول من رو پریدیم. بچه دقیقه چی نگیم؟ یه دقیقه چی نگیم؟ یه دقیقه چی؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟ چرا زحمت کشیدین؟ نگاه بکنم. سلام. دستتون درد نکنه. ای بابا چه همه؟ سوپ سبزیجات، پاستا زیر شمسوس بولونز، سالاد سبز، کیک و دسته. بای داده. دست شما درد. سلام برسونید. اوه عجب چیزیه.
ماکارونی خودمونه دیگه. آره. اوه چون بزنم این چیه؟ سوپ. خب بیا اول سوپ بزنم. من ماکارونی میخورم. من ماکارونی برداریم و شماتون رو برداریم. آخ دستمال یادتون نره. چشم بده من اینو بگیش. خب تو گفتی چیز میخوای؟ ماکارونی میخوای؟ عجب مبرنگی. حالا ببین چجوری پایین. دخترم اومد، دخترم اومد، کمک کنید، خوب خوب دارم، دخترم اومد، دخترم اومد، خدای شکر، دخترم اومد، عزیزم، چه خوب شد، چه خوب شد، الان اومد، خانواده خانم اصلاحی اومده، بچه ها بیا، بابا کجا هستین شما، چرا دیر کردین؟ بله که ترافیک رو بچه های خانم انصاری اومدن. آقا سبا بی تو دنیا دلم رو سوزونده. بی تو دنیا دلم رو سوزونده. خدایشون چه به افتخار خانم انصاری خانواده. نمیتونم به خدا سلام صبح بخیر جای بابا خوبه میرم من سفت نشه اومد من اتاق یخ کرده همه دارم دست من جا یخ بخاری اجتماعی این بخاری اجتماعی به داشت کوله روژه کرده سلام صبح بخیر سلام خانم 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 خیلی معلوم. نبره نهارم هست. بفرمه. سوسیس تخمه مرغ، تخمه مرغ آب پز، املت گوجه، سالاد میوه و املت اسپانیایی. چی میل داری شما؟ من املت اسپانیایی. برای خالی املت اسپانیایی. سوسیس بده آقا مرد. خیلی ممنون. خیلی. املت اسپانیایی. سی دستتو. آها این مال بیا ماما. خیلی ممنون دستتون در نسوزی سلام. سلام سلام علیکم صبح بخیر صبح بخیر بیا آقا نجیب بیا همجی برو بفرمیم هر جون من بازم میخوام بر خودم خوراکی بیارم مطمئنی که هیچ نمیخوای خارجو من این سه روزه سه پوند چاق شدم دیگه والا دارم میترکم تو برای خودت همه چی بیار باش خواهر من آخه چرا اینقدر دنیا رو سخت میگیری؟ آره واقعا مگه چند بار به دنیا میایم؟ همشون خیلی تنها بودن اینا الان اینجا دوره هم هستن و خیلی راحت هم احساس آرامش میکنن آقا بعضیاشون هم مریضن احتیاج به رسیدگی دارن تو مریضی؟ من نه بعضیا اینجا میگه ما چند روز زنده ایم من که زیاد میخوام بمونم ولی شما رو نمیدونم با اجازتون شاعر میگه که دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ
ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. چه پیچ با پیچش کن. هیچ میدونی وقتی اخم نمی کنی چقدر خوشگل تر میشی؟ خانم شوقی چه عجب این خواهر شما خندیدم. حالا میتونی شما چشمش نکنی؟ نه همیشه فکر میکردم خانه سالمندان خیلی جای دلگیر و غم انگیزیه، ولی اینجا اصلا اینجوری نیست. بله آخه ببینید اینجا خانه سالمندان نیست، اینجا تقریبا حالت پانسیون داره، مثل خونه خودشونه. آخه میدونی این دایی بابا خیلی دست و دل بازه، اهل خیرات و مبراته. بله معلوم ازشون مهربونن. نه اصلا باور کن سیمین جون، تمام مستقلاتشون رو بخشیدن به بنیاد خیریه. بله. هیچ چی خودشون ندارن دیگه. آقای دکتر اومدن. به به سلام آقای دکتر. سلام سلام سال نو مبارک. سال نو مبارک. فشار خونم سر به فلک کشیده. شما که اصلا سابقه فشار خون ندارید، من هر بار فشارتون رو چک میکنم همیشه نرماله، این بارم نرماله، خیالتون راحت باشه. شما سردردتون چطور؟ خدا شکر اون قرصایی که بهم دادین به کلی حالم خوب شد. خب پس همونا رو ادامه بدید. خیلی ممنون دکتر. دکتر جان این اشتهای منم یه ذره کمتر نشده با این قرصایی که دادی. هی میخوام از صبح تا شب دهنم. نه اشکال نداره، یه داروی جدیدی اومده اونو برای شما می‌نویسم، حتما اثر ان شاء الله دیگه رای گلوی منو ببنده. سلام علیکم. حال شما بفرمایید. شما خوبید دایی بابا؟ میزونه همه چی قربان شما. خب آزمایش شما هم که حاضر شد. رسیدیم به میدان آزادی، چه خوبه پیادهشو میگشتی به زمین. چقدرم با صفاست. آره والا هم یه صفایی میکنیم هم از نزدیک میبینیم. آخه خانم عزیز بخوام همطوری پیش بریم گله گله اتراق خانی والا تا شب هم نمیرسیم شاب دلازی میکنم. چه زوقی میکنه. شما روزی ده بلست نمیرسیم. خودتون رو ناراحت نکنیم که براتون صفه، ولی قول میدم سیزده به در پاشرشته رو همینجا رو این چمنا میکنیم. خوبه افتخاره. میگن که ارتفاع این بنا قرار بود 2 متر بیشتر از این باشه، ولی به خاطر فرودگاه که همین بغله به همین اکتفا کردن. اگه گفتیم معمار این بنا کی بوده؟ اینو نمیدونم. یه جوان 24-25 ساله به نام حسین امانت بین 23 نفر از اساتید طرحش برنده شد، این بنا رو ساخت. 28 ما هم ساختش تو بله 28 چی شد خاک بر سرم؟ ایبا چی شد شما؟ این باز قندش رفته بالا. آره ممکنه. من میدونم تو جیبت آمپول تو آوردی؟ آمپوله بعد ببریمش درمونگاه. آمپول
از نه نه من خودم بلدم اون پول بزنم بشه بگردین بلدی آره آره بشه بگردین خسته شد از بس راه رفتم یه خورده سری کن رفتم پنبه الکل بود یه خورده سری تر امیر خان سیاهی میره آره خیلی خوب خودش الان میذارم حل بفرمایید بفرمایید خونه با نمکیه چی جالب چه قشنگه این خونه اقلن 56 سالشه این خونه برو بالاتر عزیزم 70-80 سالش هست جرزا رو ببین آخه این خونه من یاد خونه مادر بزرگ پدر بزرگم میدازی خدا رحمتشون کنی این چه حیات قشنگی وای خدا من مرگم بده ببین چطوری سقفشون ریخته ای داده بیداد ای بابا این پنجره رو دیدم پنجره‌ای چرا وسایلتون اونجا ول کردین چرا اینا رو جمع نکردین آتش نشانی گفت که کارگر و بنا باید بیاد احتمال داره سقفش بیشتر بریزه حالا نگران سقفش نباش ما درستش میکنیم واسه اینجا مشکل فقط سقفش نیست تمام این خونه باید یه سر و سامانی بگیرم آخه این املاکی سر کوچه میگفت که باید همه‌شو بکوبیم کی رو بکوبیم بابا نباید بکوبین نگاه کن اینجا چقدر محکم ستوناش بله بابا این حالا پا برجاست بله بیشتر خونه ها تو اروپا 200-300 سال عمر داره منتها مرتب بازسازی میشه همینطوره آخه اینجوری خرجش خیلی زیاد میشه تو نگران خرجش نباش مهمون ما هستی پس کن ایدی خانواده شماست دستتون درد نکنه ما خیلی به شما زحمت دادیم نه چه زحمتی چه بهتر بتونیم یه خونه قدیمی رو نجات بدیم نذاریم بکوبنش از این ساختمان بد ترکیب بسازن راست میگم نگاه کنید چقدر هم بد ترکیب تازه شما جزی از خانواده ما هستید شرمنده میشیم اینجوری رفقا انشالله کاشیکاریش میکنی اونم با اون کاشی فیروزه قدیمی ها بود سبزابی ها این دیوارا هم راحت میشه با این آجرای 3 سانتی درست کرد چی داری میگی خانم سعدی اینا آجر بهمنی حیفه اینا فقط باید یه خود بسابن و ترتمیز کنن فقط این در و پنجره‌هاش پوسیده به نظر من باید عوض بشه هم نه همینا خیلی خوبه دیگه خیلی گرون میشه عوضش با ارزشه اون آقای نیکا بغل بسازه خود یه کارگاه چوبوری داره بله دایی بابا درست میگه آقا رجیب نگران
بابا با سامان حرف نزدی؟ باش حرف زدم، گفت یه کمی دیر میاد. ولی نه اینقدر. خب مثلا اون بعد یه فرقی با روزهای دیگه بکنه. از ببین سرش کجا گرم. جای گرم نیست، چکش کردم. یه آلبومی دستش بود تا دیشب باید تحویل میده. صبح خورده ولو. دنبال دیمبول دیگه. حالا بدون بیس هم میشه تمرین کرد. هر جا باشه دیگه الان سر کلش پیدا. خیلی خب بریم. چتونه شما؟ خب صد بار اینا رو با هم زدیم. خوب حل شدین. جرمه؟ حتما مت گفت. آره یکی دو روز نیست که دوره هم جمع شدیم. ولی بعد اون همه گیر و گرفت حالا رسیدیم اینجا. امیرین برای تک تک ما شکل رویاست. رویا چیه؟ این اول واقعیته. یه روز میریم رو بزرگترین استیج این شهر. به همین قدش راضی شدین؟ من خراب کردم. ببخشید. دوباره بزنیم. خیلی خب بریم. وای وای. بعد بیام ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کیپ ترافیک. چاکرین. مخلصی. چاکرین. چی بابا دو ساعت دیر کردم. وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟ بجون بجون بازی در نیار. مثلا امشب اجرا داریم ها. بس دیگه. شنیدین که قضیه 20 نفر نیست. 600 نفر اون بیرون منتظرن. من نمیدونم شما چرا نگرانی. دیشب تا یک نصف شب سان چک کردیم. همتون خوب ساز میزنیم. بابا جان خوب میزنیم دیگه. کجای کاری؟ منتظر حضرت عالی. میدونی بدون بیس نمیشه تمرین کرد. کاوه. از ترک 1. نکردی. لازم نیست گوش کنم. میدونم چه مزخرفی قراره تحویل بده. چی شد آقای عزیزی؟ باز چه خبره؟ این چه حرفی آقا؟ تو این 30 سال هر کسی نگاه خودشو داشته، این بچه هم نگاه خودشونو دارن. نگاه چیه مرد حسابی؟ این همش بهونه است. میخوان مجوز بگیری منو که نمیتونین سیاه کنین. اگه من جنگیدم نمیخوام شما راجع به ما بخونین. جمعش کنین. ولی امشب اجرا داریم، کلی بلیط فروختین. اجرا داشتید، الان دیگه ندارین. این که به رفیقتون دادم نامه لغو کنسرته. مجوز ارشادو گرفتید. فکر نمی‌کنید از این کثافت‌کاری این 3-4 سالتون یه جای دیگه هم باخبرن؟ این سالن از این لحظه در اختیار شما نیست. بفرمایید. میشه بفرمایید کدوم کثافت‌کاری آقا؟ میتونید از ایشون بپرسید کدوم کثافت‌کاری یا خانم؟ من اگه جای تو بودم بچه قبل بقیه دومم رو کولم گذاشته بودم، فلنگو بسته بودم. راست میگه. تو مملکت تو خودتو تو این قضیه قاطی نکن. چیکار داری با این حرفا؟ بس میتونی ددشون بپرسی. و البته این که من کی هستم. آشازده میتونی تو توضیح بدی واسه رفقا؟ امیر چیه باید توضیح بده آقا؟ مجوز سالن رو لغو کردین، شهر رو که نخریدین. ما وای نمیسیم به سخنانیتون گوش بدیم. همینجا فعلا تو اجاره ماست. بچه ها بزنید. سرکار خانم شمس، سارا شمس، اگه فکر میکنید پشتتون به یه جاهایی گرمه، با چیزهایی که من میدونم بعید پدرتون مثل من اینقدر مؤدبانه با تون برخورد کنه. اوه غیرتی نشو بچه،
بذار جایی که لازمه رگ غیرتت قلم بشه. اینا رو که رد کردی رفتم بهم زنگ بزن. میدونی که اگه بخوام میتونم بدم از همینجا کت بسته با تیپا ببرنت. میبینمت. آشتر یه دقیقه باز تو. من تا یه ساعت دیگه همه رو راهی میکنم. سارا! سارا! بس کن دیگه سارا! میخوای همه چی خرابتر کنی؟ چی میگی تو؟ از بس آروم رفتیم هرچی میخوام بارمون میکنن! هوای اینجا داره خفم میکنه! حالا چرا ارکستراتورتون رو لغو کردن؟ کنسرت. همون بهونه مثل همیشه. آخرش ما نفهمیدیم کیا راست میگن. هنوزم شک داریم بابا؟ یعنی فکر میکنی موسیقی ما بهونه است واسه یه چی بود اون جمله های همیشه گیت؟ حرب و عیاشی و چطه؟ آرومتر؟ سوال کردم. این شهر پر گرگه، تو اگه نمیبینی من روزی هزار تاشونو میبینم. حالا وللش کن، قسمت شد ولیمه عزیز جون برسی دستبوسشون. سر دیگ نیت کن، یه ملاقه هم بزن. سال دیگه هر نیت خیری داشتی حتما برآورده میشه. پارسال هم همینو گفتی، باز امسال قسمت هم شد دستبوسی عزیز جون. یا الله. سلام حاج خانم، قربونت تو برم مادر جون، واسط کمکی آوردم. قربونت برم حاج علی، دست شما درد نکنه. سلام عزیز جون. سلام، خوش اومدی. سلام عروس خانم. حاج آقا رضا بدن امسال دیگه واسه دردونه‌شون یه دوماد به راه به قلومی بگیرن انشالله. ماشاءالله. یک باس واسه حاجی دست بالا کنه. سلام. بی کس و کار مونده به مولا. سلام. بچه‌ها که میرن رد اموراتشون، کی به فکر ماست؟ واسه حاجی که زن و دختر این ریگ ریخته، حاجی التفاتی ندارن. قربون تو برم مادر جون، خودم قلومی تو میکنم. وای دادا. یا الله. سلام علیکم. بابا چرا یه جوری حرف میزنی انگار گوگای این شهر ما تربیتشون کردیم؟ آبلیمو یادتون نره قد کشیده باشه برنجش ها. یا الله. اینقدر سرتون تو اجراتون با یه سری آدم که فقط صفرای حساب بانکیشون رو میشمارن گرمه که باورتون نمیشه یه سری جوانم توی شهر میتونن خودشون زندگیشون رو بسازن. زعفرون پرملات، آرد اشترخان، لاب بندازه هاش خانم، لاب زپلش. با سر و شکل سرکار علیه این جانب به گرگای شهر رای میدن. یالله. اما این شهر رو شماها این شکلی تحویل ما دادینش. آبجی چرا اینقدر ریز؟ درشتر آبروی آج خانوم ها؟ این شهر رو وللش کن، میری کولالالامپور، یه شهر آروم اسلامی. حجاب تو داری؟ کسی هم کاری به کارت نداره. دوستام هم هستن که هوا تو داشته باشن. میری مدرک که میخواستی میگیری و برمیگردی، هوا این چیز هم از سرت میفته، مثل تهرون خودمونه، اما با مدرک معتبرتر. نگه نمیخواستی بری؟ میخواستم برم وین کنسرواتوار. من تحقیق کردم، این از ارکستراتور شما خیلی بهتره. بابا
چرا فکر میکنی همیشه شما باید جای ما تصمیم بگیری؟ که بذارم تو اندر جهل مرکب تر بزنی با آیندت با این بچه مطرب؟ گفتم بری درس بخونی دکتر شی، بلکه باری از سر دوشم برداری، سر پیری عصای دست خونوادت شی، رفتی خالتوری شدی بار سر دوشم. تو فسر بالا، وقتی که اومد جلو گفتم از سر تو میفته، گفتم از سر تو میفته، حالا باید بذارم این پسره چلگیس واسه من تصمیم بگیره؟ نه دادا نه. اون بچه خوبیه بابا. شما اینو فهمیدین که گذاشتین بیشتر از روزای کلاسم ببینمش؟ اینم از سوسای ننه خدا بیامرزت بود، خدا رحمت کنه با اون اجتهادش، حالا خودم درستت میکنم. بیا این دیگه چیه؟ بازش کن میفهمی؟ یا الله بفهم شده بلای جونم به خودم، همیشه سرم بالا بود تو در همسایه، این یکی سر افکندم نکنه این سر آخری. کجا رفت؟ خونه حاجی شمس درش باز و سفرش همیشه پهنه، واسه همینی که همیشه نظرش اداس و دعاش مستجاب. انشالله همونطوری که دست رد به سینه کسی نزدین، دست رد به سینه تو نخوره حاج آقا. دست شما در نکنه یا الله. از بس آروم رفتیم هرچی میخوام بارمون میکنن، هوای اینجا داره خفم میکنه. مرتیکه کدوم کسافتکاری؟ کسافتکاری چیه؟ یکی دو بار گیرش افتادن دیگه، یه بار سر تولد سامان خونه ما، یه بارم سر پخش آهنگای امیر. اون دفعه که صدام کرده بودن پرونده‌ام زیر دست همین یارو بود. خراب شد، همه چی خراب شد. آقا ما هم رفتیم، اصلا حالم خوب نیست. مریم جون بی زحمت درامم جمع کن. سامان اگه میای پاشو بریم، من اون یوفر داریم میریم. بده من اینو، بده من یه لحظه بایست. مالی هم نبود سالانه. این ترم مشروط شد، یعنی هرچی کار کردم و شهریه دادم اینم که از اجرای امشب. حالا اینقدر اخ نکن، یه دقیقه چشماتو ببند. وای باز شروع کردی کار. ببند حالا باز کن. این چه خوشگله. وای خیلی نازکاوه. مثلا قرار بود کادوی اولین اجرامون باشه، باز گفتم رفتی دستبند انگشتر خرید. نه دیگه یاد گرفتم تو از همینه دوست داری دیگه، کادو هرچی ارزون‌تر باشه برای شما با ارزش‌تره. خیلی مسخره ای. مسخره ام؟ من اولاغ نمیدونم عاشق چیه تو شدم. چیه حالا پشیمونی؟ میخوای برم؟ تو که بدت نمیاد شروع کن دیگه، من با پول بابات کاری ندارم و خودت میخوای چی کار کنی و اینم تهش مثل همیشه. ولی الان یه خورده میخوام جدی باهات صحبت کنم. گوش میکنم. باور کن من همه خیالای رفتن گذاشته بودم کنار، ولی با اتفاقایی که امروز افتاد دیدی که آمارمون چجوری رو برده. نیلو قبول کن دیگه اینجا نمیشه زندگی کرد. کافه من همه زندگیم و کارم و دانشگاهم اینجاست، تحت هیچ شرایطی هم نمیخوام ترکشون. نیلو فرمان نمیخوام تو شهر بازی کار کنی، اونم بابت چنده قاص که آخر ما میخوای بریزی به حساب مامانت یا خرج اون دانشگاه کوفتی رو بدی. این پولو من تو یه شب کورس میبازم و میبرم. باز که رو پول بابات حساب کردی؟ چه ربطی داره؟ ته این اتوبان مگه شهر بازی نبود؟ حالا هیچی نیست. تو چرا دلت خوش میکنی به کاری که فرداش معلوم نیست؟ شهر بازی ها خراب میشن، همه چی تو این شهر خراب میشه.
اصلا خود تهرون این شهر بازیه. باید تخت گاز بری تا تهش رو برگردی. من سر و ته خیابونه این شهر رو کورس میذارم. وقتی گاز میدی همه چی تو سرعت کش میاد. اون وقت قیافه هیچ کی هم دیگه معلوم نیست، اصلا ریخته هیچ کی هم نمیخوام ببینم. میلو نه این عشقت به اینجا برام قابل درکه، نه این تریپ استقلالتو میفهمم. بابا بکم بذار بریم دیگه، تو نگران چی هستی آخه؟ نگرانی چیه؟ پدر من که همه جوره ساپورتمون میکنه. دیرم شده دیگه بریم. مگه مرخصی نگرفتی؟ باز میخوای بریم اون لباس مسخره رو تنت کنی؟ مرخصی ما میذارم واسه یه وقتی که به درد بخور بود خرجش. بریم. با دیوار حرف میزنم، با دیوار حرف میزنم. من همینم کاوه، هزار بار بهت گفتم برو سراغ دخترای مثل خودت، اما همیشه تو طاقت نیوردی تهش رو برگشتی. دوست دارم ولی دلیل نمیشه مثل تو زندگی کنم. درزه مارک عروسکت هم بیدم آدمش سازت شب بیارش دم خونه. خراب شد، همه چی خراب شد. آقا ما هم رفتیم، اصلا حالم خوب نیست. پیام جون تو هم بی زحمت این درامو جمع کن. تو همون اگه میای پاشو بریم، من نیروفر داریم میریم. امیر دیگه میرم از این مملکت. 10 سال میشناسمت، 10 سال همینو می دندون کندنی رو باید کند، می کنمش. نشد، ناراحت نباشی، دفعه بعد کنسرت رو برگزار میکنم. خوام با تو حرف بزنم، پاشو بریم. می زنگم بهت. جونم به من چه؟ برم پول و بلیتشون از همون کسی کنسرت رو کنسلش کرد بگیرم. مگه من کنسرت رو کنسلش کردم؟ ققنوس و دارینوش چیه؟ اون روزی که من تو این شهر کنسرت فرهاد رو گذاشتم ققنوس و دارینوش کجا بود؟ خودم وایسادم دم در یه لنگه پا نیم ساعته همه بلیتا رو فروختمش. ضرر و زیان منو کی میخواد بده؟ ها؟ این سالن کوچیک‌تر از اندازه توه. من جای تو باشم یه آرزوی بزرگتر میکنم. مثلا کوداک تئاتر، دنیایی از رنگ و نور، دریایی از صندلی، هیوج، یه استیجی که تو خوابم ندیدی. این چیه؟ اونایی که اون عقبن حال میکنن. باز شروع کردی عزیزی؟ بهت گفتم میخوام بکنم برم، ولی نه با دانبول، نه با هر خواننده ای. اگه پابند امیرم واسه اینکه قبولش دارم، اونم که راضی نمیشه بیاد، نه اون نه کاوه که پابند نیلوفر شده. اینا رو هزار بار بهت گفتم عزیزی. خب منم اینا رو 100 هزار بار به تو گفتم عزیزم. بریم؟ آره دیگه بریم. مشکل حل میشه. آقا سامانی امضا.
پسر همه آهنگامون رو حفظ بود، همونایی که بیرون درس کرده. اگه این آهنگا قانونی در میومد، تو که کار قانونی هم برای خواننده‌های مجاز کردی، تاش چی؟ دل خوش کنک. آره تنظیم میکنم زندگیم بچرخه، ساز میزنم دستم خوش نشه. اما عزیز این گروه منه، گروه ماست، اونی که دلم میخواد. من واسه دلم موندم ایران، اگه برم دیگه همین دلخوشیرم ندارم. دو ساله دارم به هر دری میزنم که شما قانونی بشین یا بفرستمتون یه جایی که قانونی شدن نخواد. اونی که شامایی هنر ایران بود 20 سال بود فراموش شده بود تا اینکه فرستادمش رفت. اینقدر فرصت نسوزون بچه. فرصتی نسوخته. اونایی که بعد ما رو بشناسن شناختن. مگه دمه در رو ندیدی؟ ناراحت نشی یا شناختنتون، ولی با پول من. اگه همین امروز تصمیم بگیرم دیگه ساپورتتون نکنم چی؟ شما توی مملکت قانونی به شو نیستین. امروز هم شانس آوردین که این کنسرت لغو شد. بلا یه دلخوش کنکی میشد برای شماها، بعدش دوباره تا دو سال من باید میدویدم. ببین عزیزی، من اگه رفتنی بودم 3 سال پیش با زنم رفته بودم. اینجوری آویزون تو نبودم که هرچی دلت میخواد بارم کنی. خره چرا نمیفهمی؟ اون جوانایی که جمع شده بودن تو رو بیشتر از خواننده گروهتون میشناختن. اونا آهنگای تو رو میخوان. دوره عوض شده دیگه. نگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره. او ببین دنیا داره کجا میره. دنیا؟ دنیا دیگه مثل تو نداره، نداره، نمیتونه. الو سلام علیکم. کی بود؟ طاووسی بود. کاراتو شنیده، احتیاجی به نمونه کارم نیست. پاد برسه دبی، با هر خواننده‌ای که بخوای میتونی آلبوم بدی. به همین راحتی؟ خیلی هم سخت و پیچیده. سود کار اوله 50% مال منه، 50% مال کمپانی اونا. حسابت با من که صاف شد. نصفه اونا سر جاشه، بقیه‌اش مال خودته. با شادمرم همینجوری حساب کرده. اینا مال اینه که فکر نکنی عاشق چشم و ابروتم و خاطرات خیلی میخوام. فکر نمی‌کنم، مطمئنم. منظره لس آنجلس خیلی بهتر از اینجاست. حتی دبی. چیه این؟ یه شهر مال همین بچه هچه هاست. تو باید حقتو جای دیگه ای بگیری. وقت تو مهمونی هاشون آهنگای تو رو میذارن ورجه ورجه میکنن. بهترین هوش و حواسو نمیخوام. هنوز مردد بگیم. تو با 8 ساعته کارت رو همین دازم بریم. چرا اینجا؟ میخواستم یادت باشه یه همچین جایی هم تو این شهر وجود داره. به اینجا میگن زورخونه. درش کوتاهه. وقتی که میخوای بیای تو باید سرتو خم کنی. بفهمی هیچی نیستی. یه موقعی امنیت این شهر با عیارا و پهلووناش بود. اما حالا میبینی که خالیه. از صبح تا شب دارم با آدمای سر و کله میزنم که براشون پشیزی هم نمیارزه این شهر چجوری داره نفس میکشه. که نمیدونن کجا وایستدن و دارن چی کار میکنن. وقتی بهتون میگم بچه، چون واقعا بچه اید. فکر کردید با 2 تا دیلینگ دلنگ و 4 تا مزغون میتونید دنیا رو عوض کنید؟ شما ارزی از پس خودتون بر اومدنم ندارید. بیا بیا ببین ببین فرقتون با ما اینه.
ما صاف بودیم مثل کف دست، جونمونم کف دستمون بود. وقتی فکر کردیم یه کاری درسته انجام دادیم. شما چی؟ شما اونقدر مرد نیستین که یه چیزی بینتون بمونه. همتون هم دیگر رو لو میدین. ازتون میترسم. آخه شما به چی اعتقاد دارید؟ بعد از ما این مملکت رو دستی تقدیم میکنید. خلاص. فقط واسه همین کنسرت ما رو به هم زدی؟ فکر کردی اونقدر بیکار هم که کار زندگیمو تعطیل کنم واسه مهمون یه چهار تا بچه جغل؟ بیا ببین قاچاق هر مدلش، برای پیدا کردن سرخط هر کاری که میکنه دو سه تا فدایی میخواد. خرابکاری، درگیری با پلیس، هنوزم سرمنشهش پیدا نشده. هنوزم هر کی میره ماموریت براش همون دعایی رو میخونیم که وقت عملیات میخوندیم. آرامش این شهر هر آن میتونه به یه جهنم تبدیل بشه اگه یکی این خرابکارا فقط به خود ورق نزن. چیزی سر در نمیاری، چیزای آشناتری هم هست. دو سال خرج داره کسی میده که نمیدونی از کجا اومده، نمیدونی داری برای چه غلطی میکنی. اون چیزی همو نخواسته. آفرین، نخواسته، اما هرچی به وقتش. حسابت که خوب سنگین شد هر کاری بخواد براش میکنی، هر کاری. ما 20 سال داریم اینجوری میجنگیم، شما چی کار میکنید؟ ما سعی میکنیم زندگی کنیم، چیزی که شما اونو بلد نبودین و به ما هم یاد ندادین. زندگی کنید سارا. کجایی؟ میخوام ببینمت. دلم میخواست یه بار دیگه دور هم جمع میشدی، فقط یه بار، یه کار اساسی، اول و آخر. جمع میشی، ما هنوزم اجرا داریم، هنوز خیلی چیزا مونده که باید یاد خیلی ها بیاریم. این چیه؟ نسخه بابامه، کولالا لامپور. میبینمت.
نمیاد. الو صدا تو نمیشنوم نیلوفر. سامانم. آره با کاوه بودم. کاوه الان نمیتونه حرف بزنه. باشه زنگ میزنی. وای حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار جای این که بنویسیم راجع به دو جنس عالم یه سری عقده بدخی. میدونم که دیگه مردم، مرگم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه، یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لط و پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم به سرم پای تخت دود و گوگرد قهرمان قصه. اگه عاشقت نبودم پانه میداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پانه میداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. خط موشک و تو دستت نصر من خط کشی میکرد، واسه انفجار قلبت شعر من خودکشی میکرد. جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد، کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد. من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم، واسه تو شوخی بودیم ما، خیلی تلخ سرنوشتم. حالا هی غلط بگیر از دیکته های نانوشتم، یا که اوراق بهادار بده جای سرنوشتم. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. بین این صد تا اتوبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هی نده فرمان واسه ایست. وقتی آژیر رو کشیدن توی گوش لط و پارم،
خودم این بمب دستی، شعرم هم شدم به جارم. یه نفر رو در و دیوار خونه خاطره میپاشه، یه نفر که میگه این بار بذار انگشت رو ماشه. خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا، انگاری که محض خنده گرگ زد به گله ما. اگه چیزی رو نگفتم توی خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصه رو تکونده. تصمه دلم برید و من از اون دقیقه لالم، یه سری تصویر مهم ساخته میشه تو خیالم. ببین این زخمای کهنه دیگه پانسمان نمیشن، شدن این تیر آخر وسط جمجمه ما. اگه غمم افراطی بود یا بد قلقی ذاتی بود، دست خودم نبود رفیق جنس دلم اسخاطی. منزوی شد توی قلبت یاد کارون شب دجله، سر کوچه های بومبست یاد هجله، پشت هجله بچه های خاک و بارون یاد تریختن تو میدون. مادراشون گشت شیشه، پدراشون ته دالون. پس چرا با تو غریب است نسل بی خاطره من؟ یادمون نیست که چجوری واسه هم دیگه میمردن. پاش بیفته باز دوباره روی مغربت میبارم، باز توی منطقه مین دست و پامو جا میزنم. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. پای تختو با خون می نویسم واسه یاد داشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت. سر تک کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهران ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم به سیم آخر.